رخساره شاهآبادی، طراحان برند شاهآبادی. الهه متولد سال 59 و فارغ التحصیل رشته طراحی لباس، صنایع دستی و نقاشی از دانشگاه سوره تهرانه. رخساره هم که خیلی کم حرفه، متولد سال 65 و فارغ التحصیل رشته ریاضی کاربردی و در حال حاضر دانشجوی رشته طراحی لباسه. بریم این گفتگو رو ببینیم. شما بیشتر توی طراحی لباس قوی هستین یا توی خیاطی؟ جفتش. جفتش؟ یعنی خودتون خیاط کارتون هم هستین؟ الان که دیگه نه، چون بچه ها هستن کسایی که برام کار انجام میدن، ولی خودم هم روی قسمت دوخت، تکنیک دوخت کاملا روش مشرفم. چجوری طراحی میکنین؟ کانسپت کارتون چیه؟ ببین هر چیزی میتونه المان کار من بشه، یعنی من حتی از تار و پود خود پارچه هم کانسپت میگیرم. خب یه دونه از کانسپت هایی که ازش ایده گرفتین رو توضیح بدین که چجوری بوده روند طراحیتون. کلا رنگ بازی با رنگو که خیلی دوست دارم، یعنی یکی از کارهایی که دارم توی پیجام هم هست که یه کار تمام برشه که رنگ ها رو کنار هم گذاشتم، بازی با رنگ هاست. یعنی فقط خود رنگ ها رو کنار هم چیدم، برش زدم و اون طرح خلق کردم. البته یه چیزی هم بگم، تخصص من کلن مانتو نیست. من اصلا زمینه اصلی کار من عروسه و لباس شب شاید هر از گاهی توی یک ففاصلی حالا بیام یک چند تا کار تعداد محدود، خیلی محدود، شاید 20 تا کار فقط کار مانتو انجام بدم. به تازگی این کار رو میکنین که دیدین بازارش داخل شده؟ نه، کلن هر 3-4 سال یک دفعه یک شوی مانتوی خیلی میام، محدود و خیلی کم میزم. چجوری برگزار میکنی این شوی مانتوتون رو؟ من چون مشتری های ثابت دارم و خیلی تقاضا دارم، به هم خیلی تماس میگیرن، میخوان ازم، درخواست دارم، طبق درخواستایی که اونا دارن یه تعداد مانتو آماده میکنم، حالا یه ایونت خصوصی میذارم، میان کارا رو میبینن، میپسند از سفارش. یعنی با توجه به سلیقه مشتری خاصتون براشون لباس طراحی میکنی؟ هم ذوق و سلیقه خودمه، هم توجه مشتری. فکر میکنین با توجه به کیفیتی که کار طراحا داره کلن در حال حاضر، قیمت ها به کیفیت ها میخوره؟ هم خونی داره به هم با هم؟ تو بعضی از مواقع واقعا داره، نمیگم حالا شامل همه میشه، ولی واقعا بعضی از همکارای ما هستن که کیفیت کارشون خیلی خوبه، چه لحاظ طراحی چه پارچه، قیمت هایی هم که میذارن مناسبه. یعنی چی که مناسبه؟ یعنی چه جوری به این قیمت میرسن؟ شما خودتون چه جوری؟ ببین متریالی که کار میکنن، اون وقتی که میذارن واسه اون که اون لباس در بیاد خلق بشه، بعضیاشون وجدان قیمتش مناسبه، بعضیاشون نمیتونم بگم همه، چون واقعا شامل همه نمیشه. من به نسبت مشتریای خودم قیمت میذارم. الان با نظام میتونم قیمت بگم یا نه؟ من خب بیس قیمت مانتوهای من با توجه به درخواست مشتریای خودم پایش از 900 تا 1200 قیمت مانتو هاست فقط. حالا دیگه بقیه رو اطلاعات مشتریاتون هم داری؟ مشتریای خودم دارم، مخاطبای خاص خودم دارم. چقدر رقابت هست بین طراحا؟ رقابت که خب خیلی زیاده الان تو این دوره، رقابت خیلی زیاده، ولی من خودم خیلی موافق رقابت نیستم، یعنی بیشتر دوست دارم که جنبه همکاریه باشه تا رقابت. چجوری؟ یعنی با هم میتونن همکاری کنن دوتا همکار توی زمینه؟ ببین توی ایران بخش طراحی لباس و مد خیلی فضا باز نیست، بذاره دست و بسته است، خیلی آدم راحت نمیتونه حرکت بکنه. بعد الان به تازگی یک ذره حالا یه انقلاب جدید داره به وجود میاد تو زمینه مد و لباس تو ایران، و به خاطر اینکه ما بخوایم رشد بکنیم، به یه هدفی برسیم، بهتره با هم همکار باشیم تا رقیب. یعنی برای رسیدن به یه هدف با هم دیگه کار کنیم؟ 100% ما هم مکمل هم دیگه، میتونیم کامل کننده هم دیگه باشیم. واسه رسیدن به اون هدف فکر میکنیم چه مشکلاتی سر راه همه هست؟
مشکلات جامعه ما که خیلی زیاده. واسه خودش یه مبحث اقتصادی و جامعه شناسی یه بحث خیلی گسترده میخواد. شما ولی... از خودتون بگی مشکلاتی که تو کارتون داری. مشکلاتی که تو کار من هست از متریال هست، پارچه، تولید، عرضه، تقاضا، خیلی مشکلات هست آخه. ما تو ایران الان اصلا در مورد همین پارچه بگم، ما تو ایران اگر بخوایم از پارچه و برند ایرانی استفاده بکنیم نداریم یه کیفیت خوب. شما الان یه نساجی خیلی خوب به من بگو که یه پارچه خیلی در سطح بالا، کیفیت بالا داره تولید میکنه که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. نداریم. وقتی که میخوایم بریم همینجا از بازار خودمون یه پارچه رو تهیه کنیم، واقعا هیچ صنفی نیستش که بخواد روی این پارچه نظارت بکنه که یه قیمت واحد درست حسابی به تو بده. هر مغازه‌ای، هر جایی، تو هر منطقه‌ای که بری، بستگی به اون شرایط اون منطقه، اون پارچه رو هر جوری که دلش بخواد داره به شما میفروشه. یه پارچه رو امکان داره از متر 300 تومان تا 1 تومان متغیر بستگی به منطقه‌اش به شما بفروشه. خودش خب این مشکله. از نظر شما چی؟ به نظر من هم همینطوره و اینکه ثبات قیمتی هم وجود نداره. ممکنه پارچه‌ای که می‌خریم با یه قیمتی الان دو ماه دیگه همون پارچه رو باید گرون‌تر بخریم. یعنی خیلی به ضرر ما تموم میشه. خیاط چی؟ مشکل خیاط هم داریم؟ ببین ما خیاط های خیلی خوبی داریم، حتی طراح های خیلی خوبی داریم که حتی میتونن از من خیلی بهتر باشن، ولی فرصتی برای دیده شدن ندارن. من نمیدونم واقعا باید یه برنامه‌ای بسازن، یه کاری بکنن که این استعدادها واقعا دیده بشن. خیلی ها هستن اصلا استعدادهای خیلی خوبی دارن ولی زمینه مالی خوبی ندارن. خیلی از خیاطا و طراحا، خیلی ها واقعا به خاطر اینکه زمینه مالی خوبی ندارن، فرصتی ندارن، دیده نمیشن. ما باید تولید کننده ها باید حمایت کنن از بچهای طراحی لباس، چون خیلی از بچهای طراحی لباس کم استفاده میشه. تولیدی تو صنف پوشاک ما بیشتر کارا کپیه تا اینکه بیان از خلاقیت و ایده بچه ها استفاده. تو کار تولید که حالا ما اصلا شخصی دوزی هستیم، مقوله شخصی دوزی با تولید فرق میکنه، ولی اینکه خواهرم میگه تولید، واقعا ما ایده پرداز نداریم توی تولیدام. ما تولید کننده هامون همه کپی کارن. خب از کجا کپی میکنن؟ از بیرون از ایران، خارج از کشور، از برندهای اروپایی. آخه خارج از ایران که مانتو نداریم. مانتو میتونه حالا ایده ای باشه که از کتایی که اونا میزنن، پالتوهایی که میزنن. ببین مانتوهایی که الان جدیدن شما حالا مثلا میبینی یه مقدار دیزاین داره، کارای مزونیه. وگه نه کارای دولتی ما اگه بخوای نگاه بکنی توی تولیدی های ما، اولا همه سبک اداری داره. حالا غیر از اداری اگه بخوایم یه ذره فراتر بریم، باز هم اونا اومدن کپی کردن از کارای مزونی. خب همون دیگه ذره... میگم پس میگین از مزونا کپی میکنن، مثلا ترکیب رنگ، ترکیب پارچه، اینا رو میان از مزونا کپی میکنن. و این مشکلیه که فکر میکنیم صنعت نداریم. مشکل صنعت. مشکل است. آره ما دقیقا مشکل صنعت داریم. یعنی چه جوریه؟ صنعت مد و پوشاک و لباس. یعنی میگیم یه سری طراح باید باشن که 100%. ببین ما اصلا چیزی به عنوان خانه طراحان که گرد همایی یه تعداد خیلی زیادی از طراحا باشه نداریم. به صورت گسترده خیلی کمن، خیلی محدودن اونا واسه یه سری بالا برندهایی که شناخته شدن. فعالیت نمی کنم و شما فکر می کنید مشکل اینجاست. 100%.